این روزها جنگ بین طالبان و نیروهای امنیتی در چندین ولایت به شدت جریان دارد. جوزجان، تخار، سرپل، هرات، نیمروز، هلمند، بدخشان، غزنی ولایت های هستند که در چند روز پسین گواه نبردهای شدیدی بین نیروهای دولتی و طالبان بوده. حمله های تهاجمی طالبان بر شهرها جهان را نیز نگران ساخته است. نماینده ویژه سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که افغانستان در حال گرفتار شدن به سرنوشت سوریه است. دوبر لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در سخنرانی آغازین این نشست گفت وضعیت افغانستان وارد یک مرحله خطرناک شده است. او افزود جنگ به طور بی‌رحمانه جریان دارد و میزان نقض حقوق بشر و خشونت ها چند برابر شده است. خانم لاینز تاکید کرد که جامعه بین المللی در حال حاضر به طور متحد می تواند برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بسیار جدی اقدام کند. او گفت که در هفته های گذشته جنگ وارد مراحل بسیار مرگباری آن شده است و طالبان به چند شهر بزرگ حملات شدیدی را روی دست گرفتند که باعث شده از 28 جولای سال جاری تنها در ولایت هلمند بیش از 100 غیر نظامی کشته شوند. همچنین افزایش خشونت‌ها باعث کمبود مواد غذایی برای بسیاری و منجر به آواره شدن هزاران نفر نیز شده است. سلام، به برنامه چشمانداز امشب با من خوش آمدید. مهمان من در بحث آقای دگر جنرال قیس فصیحی، استاد دانشگاه با ماست. آقای فصیحی، در برنامه خوش آمدید. شکر. با چنین وضعیتی که جنگ هر روز شدت پیدا میکند، آیا افغانستان به سرنوشت سوریه گرفتار خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام بر روح پاک شهدای مظلوم افغانستان، شهدای نیروهای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی افغانستان و با آرزوی شفایابی زخمی ها و عرض سلام حضور شما و همه همکاران تکنیکی شما، وضعیتی که در افغانستان پیش بین شدن که وضعیت به وضعیت سوریه کشانده می شود، میره ای که وضعیت بد میشه، وضعیت خراب میشه، وضعیت با یک وضعیت بسیار عجیب کشانده شده و شبیه سوریه هم احتمال داره، به خاطری که خب طبیعی است که اینی کاری که فعلا دولت میکنه، بله، کاری که فعلا حکومت میکنه، خود به خود زمینه را برای سوریه شدن خود به خود آماده میکنه، برای زیکه مردم از طالب و حکومت طالبانی و امارت اسلامی چندان خاطره خوش ندارن که بسیار خاطره بد، خاطره قتل عام، خاطره شلاق، خاطره خشونت، خاطره کشت و کشتار، خاطره ای که حتی طالبان اول مردم را زیر کیبل نیمه جان میکردن و بعد پرسان میکردن، به چیزی که در نظرش بود پرسان میکردن قبل از اونی که گناه کس را یا مثلا کسی در نظرشان اگر گناهکار آمده بود پرسان میکرد، قبل از او را نیمه جان میکردن. که فعلا هم عمیق قضیه در بسیاری از ولسوالی ها ما از بعض رسانه ها دیدیم که مردم را چهار دست و پای میگیرن، سه نفره و چهار نفره کیبل میزنن، مردم را آزار میکنن، اذیت میکنن. با این وضعیت، با این خشونت، طبیعی است که برای مردم افغانستان طالبان قابل قبول نیست. وقتی قابل قبول نیست، در اینجا طبیعی است که این مردم هم شاید متوسل شود به قدرت‌های بیرونی،
خاصتا همسایه ها، امروز ازبکستان منافع خود را کاملا در خطر میبینه، امروز تاجیکستان منافع خود را در خطر میبینه، کشورهای تحت قیادت روس و حتی خود روس این موضوع را در خطر میبینه، چینایی ها خود را در خطر میبینه. بناهن روی این مسائل شاید اینها در وقتی که وضعیت از کنترل بیرون شوه، وضعیت طور شوه که دیگر حکومت نتانه کنترل بکنه و از پیش حکومت کنترل بیرون شوه، این مردم ها هم رفته حامیان بیرونی مانند مردم سوریه برای خود پیدا بکنه، اونطوری که جبهه مخالف دولت سوریه امریکایی ها را پیدا کرد، اروپایی ها را پیدا کردن، آمدن در مقابل دولتشون جنگیدن و تا به هنوز هم می جنگن. و در پهلوی از خب اسرائیل هم همون نیروهای ساخته خودش که داعش باشه اونا را هم به وجود آوردن با کمک امریکایی ها. خب داعش آمد هم عراق و هم شام به اصطلاح سوریه را در یک وضعیت عجیب قرار داد و در سوریه هر کسی از حکومت سوریه گرفته تا مردمش تا هر جبهه رفتن برای خود یک حامی خارجی پیدا کردند و جنگ نیابتی در سوریه آغاز شد. در سوریه تا به امروز هم میبینیم که بسیار خرابی ها شد، آثارهای بسیار ارزشمند سوریه نابود شد. و در افغانستان هم اگر دولت مردان افغانستان قوی تلاش نکنن، نجنبن، وضعیت را کنترل نکنن، مثلا امروز شما ببینین اسماعیل خان تابال چندین بار صدایش بلند شده که او تعهداتی که دولت مرکزی با ما کرده بود و ما چی نداده، به اصطلاح تا به هنوز عمل نکرده. امروز او میگه که هزاران جوانان هراتی برای دفاع از وطنشان، برای دفاع از خانهشان، برای دفاع از زندگی و زندگانیشان اینها حاضرن تفنگ بردارن و طالبان را نگذارن که وارد شهر هرات شوند. و تا به امروز در همین مدتی که جنگ در هرات به شدت دوام داشت که فعلا الحمدلله یک مقدار فروکش کرده، ما دیدیم که اسماعیل خان فرد بسیار مؤثری در این ولایت بوده. بله. چه میشه که دولت امو وعده هایی که چرا دولت ما صادق نباشه؟ جناب تا با کدام روز با مردم خود صداقت نمیکنن؟ چرا دولت مرکزی اراده محکم و قوی برای سرکوب طالبان نداره؟ دلیل چی است؟ عرض معمین جز اراده داره. حالا ما بگویم که دولت برای سرکوب طالبان اگر به خاطر خدا اراده نداره، به خاطر افغانستان اراده نداره، به خاطر مردم اراده نداره، به خاطر بقای قدرت خود اراده داره. بله. اراده هست، اما فعلا وضعیت طور شده که این بزرگوارا از توانشان بیرون شده. ما فریاد ما در این دو سال زمین تریبون و تریبون های دیگه فریاد ما همیشه بلند بوده که جوانسازی و ملک سازی های بیش از حد افغانستان را به بحران میکشانه، به خلای مدیریتی میکشانه، به خلای قدرت میکشانه، چنانچه که ما در این مراحل این وضعیت را دیدیم که و واقعا شما ببینین 200 ولسوالی سقوط کردن و بعدش هم امروز مثلا داخل شدن طالبان در شهر جوزجان، داخل شدن طالبان در شهر قندوز، داخل شدن طالبان در شهر سرپل، داخل شدن طالبان در شهر لشکرگاه، داخل شدن طالبان در نیمروز، در وارد زرنگ شدن، اینها همه کشاندن افغانستان به بحران است که به بحران کشانده شده. و هم تعداد کثیر از نظامیان ما وارد ایران میشن، تعداد کثیر از نظامیان ما وارد تاجیکستان میشن، تعداد کثیرتر وارد پاکستان میشن. نظامیان ما هر روز صفوفشان خالی میشه، هر روز وضعیت بدتر شده رای است و هنوز هم دولت مردان ما
با مردم خود صادق نیستن، وعده ای که با مردم میدهن او را عمل نمی کنن. چندین بار صدای اسماعیل خان بلند شد، بلیاز خدا در امیتور یک شرایط هم آدم بر فرض یک گالیله را وقتی که اعدام میکرد، اما آخرین به اصطلاح امو لرزگه که چشمش که در نفسش میبرامد، اول خود تا قدرت داشت ناخونی خود میگه شور میداد که جهان در حرکت است، جهان ساکن نیست. آخرین با ما آخرین به اصطلاح حرکات چشم میخوند در عقد مرگم اینی اعلان میکرد، تسلیم نمیشد، میگفت جهان در حرکت است. امروز دولت مردان ما هیچ اصلا تسلیم حوادث و تسلیم وضعیت‌های سیاسی و تسلیم وضعیت‌های نظامی نمیشن متاسفانه. تا به کی؟ امروز بسیار شخصیت‌های مؤثر در ولایات از در دوران جهاد بوده و مثلا شما در هرات دیدین که ثابت شد اسماعیل خان آدم بسیار مؤثر است. بله. مثلا عطا محمد نور در ولایت بلخ بسیار آدم مؤثر است و همچنان مثلا استاد محقق در ولایت بلخ آدم بسیار مؤثر است و هاکذا بعضی از شخصیت های جهادی دیگر در ولایت بلخ اینا بسیار مؤثر است. و یا مثلا در هلمند شیر محمد آخونزاده یکی از سران و سرداران جهاد، از بنیانگذاران جهاد در ولایت هلمند خانواده آخونزاده است. آقای فصیح، چرا اینها دست به کار نمیشن برای بقای افغانستان؟ دلیل چیست؟ خب اینها را حکومت باید از اینا را ببرن. اجماعی قوی وحدت داخلی وجود نداره؟ وقتی که اینا را حکومت اجازه نده، حکومت اینا را رای نکنه، حکومت اینا را تجهیز نکنه، مدت هاست که اینا را در حاشیه رانده، در زاویه را اینا را رانده. خب اینا را باید حکومت روی صحنه بیاره. اگر در این چک شرایط اونها را در صحنه نمیاره، فردایی که همه شهرها سقوط کرد و از دست افغان به اصطلاح از دست حکومت رفت و خودش هم در تیارا شیشتند و برو با امان خدا دیگه، همون طوری که یکی از وکیلای محترم چند شب پیش صدا میکرد که آقای غنی شما هم میروید، دکتر صاحب عبدالله هم میروه، ولی مردم افغانستان در این اینجا میمانن با همه مصیبت ها. که جناب آقای جلال الله رئیس جمهور یک روز بعدش گفت که ضد تخت سلینیم. خب هیچ امکان نداره وقتی همه جا از پیش سقوط کنه که تو تخت سلینی نباشی. و این امکان نداره، این هیچ عقل باور نمیکنه که وقتی وضعیت در افغانستان روز به روز بد شده رفته، روز به روز خراب شده میره. طالبان مرکز ولسوالی ها رو گرفت، گفت که ولایات پدر طالبان گرفته نمیتونه. ما امروز دیدیم دیگه عملا نشان داده میشه که اینا ولایات در سقوط مواجه کردن. درست است که مثلا گرچه یک لحظه پیش بعضی از راپورهایی که من داشتم جوزجان و قندوز دوباره گفتن نیروهای امنیتی عملات طالبان را به عقب زده و در حال تصفیه کاری هستند در قندوز و در جوزجان. خب ولی خب شما در هلمند میبینین خانه های مردم خراب شد، زندگی مردم خراب شد، اون چی که مردم داشتن و دار ندار مردم به باد فنا رفت. و هاکذا در هومه های هرات و هاکذا در زرنج، اینها همه بیانگری است که امروز نماینده قندوز گریه میکرد، امروز نماینده جوزجان گریه میکرد. با این وضعیت خب مردم دار ندار خود از دست بتر، خانه‌های مردم خراب شوه، شهری که در این 20 سال آباد کردن ویران شوه، دیگه مردم چیکار میکنه؟ کجا شوه مردم؟ یعنی میست که یک تعداد سیلاسا مهاجر میشن، اون هم یا در ترکیه زندانی میشه، یا در ایران زندانی میشه، یا در پاکستان زندانی میشه، یا در ازبکستان یا در تاجیکستان میرن راهی های زندان میشن، بیچاره با فامیل و با زنده و زن و اولاد و همه خود، یا میمانن در زیر شلاق و شکنجه های طالب قرار میگیرن. آقای فصیح، در بسیاری ولایات جنگ به شدت جریان داره، اما برای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی مثلا غذا نمیرسد، تجهیزات آنچنانی که شود نمیشود، چرا؟ عرض کردم که اینمی را فعلا امین کسایی که به جز خیزش های مردمی هستن، بله، امین هایی که زحمت کشیدن، امین هایی که امروز بر فرض در صحنه های جنگ حاضر هستن و مؤثریت خوبم داره و مردم
مانند او دوره قبلی که طالبان آمدن مانند او دوره نیست. در او زمان بر فرض خب حکومت وجود نداشت، اردوی ملی وجود نداشت، پلیس ملی وجود نداشت، امنیت ملی وجود نداشت. اگر هم داشت فقط از یک تنظیم و از یک خانواده و از یک چیز بود که او ملی نبود. امروز مردم اردوی ملی داره، امروز مردم پلیس ملی داره، امروز مردم امنیت ملی داره. بناهن مردم تلاش میکنه که اینمی ساختار زنده نگاه داشته شما، اینمی ساختار باید زنده بمانه، اینمی جمهوریت باید زنده بمانه، اینمی و نیروهای امنیتیشان زنده بمانه، اینمی ساختار اداری در افغانستان زنده بمانه که باز هم ما در خلای به اصطلاح قدرت و در خلای قدرت نظامی و سیاسی و به اصطلاح دوچار نشیم. این مردم به شدت از این قضیه حمایت میکنن، ولی در این صداقت حکومت در کار است. صداقت حکومت در کار است که حکومت در این صادقانه با مردم برخورد کنه، واقعا نمیگ مردمانی را که وعده کردن اینها را تفنگ بتن، اینها را مهمات بتن، اینها را همه چیز بتن. مردم افغانستان وقت این به اصطلاح وضعیت آرام شوه، حکومت به اصطلاح ولایات از خطر نجات پیدا کنه، ولسوالی ها از خطر نجات پیدا کنه، مردم پس سر جای خود قرار بگیره، دیگه مردم به از این نباید حکومت بترسه که اینمی مردم بازی تفنگ خود از زمین نمیمونه. دیگه برای تفنگ گرفتن مردم انگیزه نداره. فعلا که مردم حاضر است، جوانانشان دسته دسته در دام مرگ در مبارزه سینه خود در مقابل خانه هایشون سپر بکنه، امروز چون انگیزه وجود داره میبینه که یا وطن را رها کنیم که این هم گپ امری است بسیار بسیار سخت، بسیار دشوار، کاری بسیار شاقه، کاری که واقعا عزت، آبرو و حیثیت همه چیز آدم به باد فنا میده. و اگرم بانه در زیر کیبل طالبان نمیتونه زندگی بکنه. این تجربه کرده مردم، یعنی انگیزه ها وجود داره که مردم آمده در سینه خود سپر میزن. فردا این انگیزه نیست. وقتی مردم آرام شد دیگه مردم دیگه تفنگ مردم چی میکنه، دیگه خیزش مردم چی میکنه، دیگه جنگ مردم چی میکنه. میره دنبال دیقان پشت دیقانی خود میره، دکاندار پشت دکانداری خود میره، تجار پشت تجارتی خود میره. راه حل اساسی برای بیرون رفت از بحران فعلی چی میتونه باشه؟ صداقت او دولت مردان ما، صداقت حکومت ما، با مردم خود صادق باشن. بله. صادقانه با مردم همکاری کنه، وعده هایی که به مردم داده صادقانه عملی کنه. من یقین دارم که از این وضعیت بیرون میشیم. غلام محمد اسحاق زای نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته پاکستان طالبان را تجهیز میکند. چرا پاکستان میخواهد طالبان را تجهیز کند؟ این گپ چی نیست که بگویم که گپ امروز نو است. بله. این گپ تقریبا از سال 70 و به اصطلاح از دهه 70 و سال 70 71 است. پاکستان از رای چمن به اسپین بولدک وارد قندار شد. از کجا قندار وارد شد؟ با کدام نیرو؟ با کدام تجهیزات؟ با کدام اسلحه؟ با کدام مهمات؟ با کدام پشتیبانی؟ با پشتیبانی آیسای؟ در زمان حکومت بوتو که یعنی حکومت نیمه سوسیالیست هم بود، در زمان او طالبا وارد شد به اصطلاح همی اینمی ایراد. در اون زمان طالبا به وجود آمد، آمدن از رای پاکستان وارد شدن و تا به این امیالی شورای کوته در کجاست؟ شورای کوته در کجاست؟ خود در صوبه بلوچستان است. شورای پشاور در کجاست؟ در صوبه سرحد در پشاور. و ها کذا در فعلا خود آیسای پاکستان اینا را تجهیز میکنه، اینها را مشوره میده. امروز بر فرض اینا و در هر کجایی که میرن در موضوعات مهم که میرسن حیاتشون به پاکستان میه، پیش رهبرای خود، پیش امو و کلان شرکن به اصطلاح آیسای باشه، پیش از اینا میه. یک چیز تازه نیست که آقای اسحاق زئی اعلان میکنه که پاکستانی ها اینا رو تجهیز میکنه. این امریکایی ها میدانه که پاکستانی ها اینا رو تجهیز میکنه، ایرانی ها میره میدانه که قطب مخالفش، اروپایی ها میره میدانه، شوروی ها میره میدانه، کل بلوک شرق و غرب میره میدانه که و همچنین کشورهای اسلامی میره میدانه که حامی، پشتبان،
تمویل کننده طالبان پاکستان است. در این جای شک نیست. اما آقای فصیح، گپ تازه ایم نیست. تصمیم شورای امنیت سازمان ملل چقدر میتواند وضعیت جنگ افغانستان را تغییر بدهد؟ شورای امنیت سازمان ملل، سازمان ملل امنیت، بله، هیچگاه یک نهاد مستقل نیست. آن که نان دهد فرمان دهد. مقر از در کجاست؟ در نیویورک، بله، در امریکا. اکثریت مصرف این شورا را کی میته؟ امریکا. بناهن در اونج امریکایی اشراف کامل کامل داره و متاسفانه که امریکایی صداقت نداره. امریکایی در هیچ کجای از دنیا صادق نبودن. دولت افغانستان، کشور، مردم افغانستان را آورد در یک پرتگاه بسیار خطرناک، در پرتگاه بسیار خطرناک سقوط ایلا کرد و به امان خدا تبل فرار را کوبید. شب هنگام فرار کردن. ای کاش روز اینا می رفتن. شب هنگام فرار کردن و ای عدم صداقت امریکایی هست. امریکایی صادق نیست. صادقانه در این کشور، نه تنها در این کشور، در هیچ کجای از دنیا اینا صادق نبوده و صادقانه هم عمل نکرد. اما نماینده امریکا نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته امارات اسلامی طالبان برای امریکا پذیرفتنی نیست و طالبان منزوی خواهند شد. اینشون خواهد شد؟ امارات اسلامی البته بله، که امارات اسلامی نه برای امریکا قابل قبول است. بله، امروز اگر امریکایی‌ها امارت اسلامی را قبول میکنه دیگه با در برابر ملت امریکا که به میلیاردها دلار را از مالیات مردم خود، از مالیات مردم مالیه داده، دولت امریکا آورده در افغانستان مصرف کرده، از اون همه صدها کشته‌ای که امروز جنازه‌اش امریکایی‌ها برده در خاک امریکا دفن کرده و او را نوشته است که در جنگ افغانستان، اگر امارت اسلامی را امریکایی‌ها به رسمیت نمیتونه به رسمیت بشناسه، اگر به رسمیت بشناسه با مردم خود چی میکنه؟ با اون کسایی که پول مالیش در اینجا مصرف شده چی میکنه؟ با اون خانواده‌هایی که فرزندانش اینجا قربانی شده چی میکنه؟ با اون برج‌های تجارتی و پنتاگون که از طرف القاعده زده شد با او چی میکنه که اگر اینا امارت اسلامی، بله امارت اسلامی حتی برای حامیشون که پاکستان است اعلان کرد با روسیه و با چین و با اینها یک جای اعلان کردن که امارت اسلامی برای ما قابل قبول نیست. بله این درست است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان کشورهای هند، چین، روسیه، نروژ، مکزیک، استونی، نیجر، ویتنام و ایرلند سخنرانی کردند و حمایتشان را از افغانستان اعلام کردند و بر راه حل سیاسی بر راه حل صلح‌آمیز تاکید کردند. نقش این کشورها چقدر میتواند موثر باشد جناب استاد؟ قطعاً موثر است. شما ببینید این کشور هر کدام از اینا یک کشور است. بله. حرف از اینا در حرف هر کدام از اینا در دنیا خریدار داره. حرف هر کدام از اینا یک حرف مسئولانه است. معرضم همینجا است، نگرانی من همینجا است، ای که من عاجزانه از دولت مردا تقاضا میکنم که با مردم خود صادق باشن، چون تا به هنوز هم زمینه برای اینا مساعد است، تا به هنوز هم یک اعتبار بین المللی اینا دارد، اعتبار سیاسی در بین مردم خود دارد. نشود خدای نخواسته که هم این اعتبار بین المللی از دست بره و هم این اعتبار سیاسی که در بین مردم خود نهایت اعتبار نظامی که در بین مردم خود داره از دست برده، که وقت ما به هیچ جای دست ما به هیچ جای نخواهد رسید. جنگ افغانستان چگونه یک جنگ است؟ جنگ منافع کشورهای منطقه یا نبودی وحدت داخلی؟ جنگ گرچه در افغانستان جنگ تقریبا به منافع پاکستان است. داریم ما منافع پاکستان را تامین میکنیم، اما خب بعضی کشورهای دیگه هم به برخ و به سهم نیست. بر ماست که ما از این وضعیت خود بیرون کنیم، بر ماست که ما از این وضعیت خود بیرون بکنیم. اینمی خیزش های مردمی، بله، خودش یک براعت، یک پشتبان،
یک پشتبان قوی برای حکومت هست که اینمی حکومت با پشتبانی مردم، با همکاری مردم، با فداکاری مردم، با شهید دادن و خون دادن مردم، حکومت داره بقای خود را تضمین کرده. ولی باز هم عرض میکنم که دولت مردان ما از این دو پهلو زدن ها و از دروی بازی کردن ها بین در برابر مردم، در برابر ملت، در برابر امی وطن صادقانه حرکت بکنه و مردم را پشتش به اصطلاح خالی نکنه، مردم را نمیتونه که مردم امروز سر و پا قرص زن و مرد استاده است که ما از این وطن دفاع میکنیم، مدافعین وطن حکومت بکنه، برای بقای خود کمک بکنه. اگر اینا کمک نشوه، اینا دل سرد شوه، سیل آسا از این وطن بیرون شوه، دیگر نیروی نباشه که از یا پشتیبانی کنه از نیروهای امنیتی. نیروهای امنیتی هم دیگر خونه روحی خود روز به روز باخته میره و عسکر بیمورال، ولو تجهیزات دنیا به دستش باشه، ولو سلاحهای اتمی دنیا به دستش باشه، وقتی مورال نداشت، مورال جنگی نداشت، هیچ گاهی نمیتونه جنگ کنه. ما یک وقت در میدانهای جنگ یک مثال داشتیم، میگفتیم که آیین جنگ نمیکنه، آدم است که جنگ میکنه، او هم آدمی که دارای مورال و انگیزه باشه. آدم جنگ میکنه، آیین آدم استعمال میکنه. کدام آدم؟ آدمی که روحیه استعمال را داشته باشه، توان استعمال را داشته باشه، انگیزه استعمال را داشته باشه، مورال استعمال کردن آیین را داشته باشه. آقای فصیح، اما فعلا طالبان بعضی ولایات را سکوت میدهند، آیا روی میز مذاکره خواهد نشست؟ اینا تا زمانی که یک به اصطلاح خود برتری بسیار قوی برای خود درست نکنه، یا به این مقصد برسن که فردای مگر در با میز مذاکره بنشینه بگه خب چقدر خاک افغانستان، اراضی افغانستان در دسترس تو حکومت است که تو میخوای به من سهم بدی، بناعد اصل کارم هستم، من به تو سهم میتم، من به تو چقدر چی میتم سهم میتم. این وضعیت طور است که داره برعکس شده میره. حکومت افغانستان باید به اونا سهم میداد، حال فعلا کار به جای رسیده که اونها سبا برای حکومت افغانستان یا سهم بده یا اصلا سهم نتا، تنها اینمی اعضاب سیاسی و این مردمایی که امروز بیرون از حکومت هستن یا داخل حکومت هستن با اینا بگه ما اصلا دیگه حکومتی نیست که ما ایرو بس باید بشناسم، یعنی می سیاسیون بیا بشینه با ما سر اصل مسئله افغانستان صحبت میکنیم و به یک نتیجه نهایی برسیم. به عنوان آخرین پرسش، در شرایط فعلی چی باید کرد که از این وضعیت بحرانی بیرون شیم؟ در این شرایط عرض من که اگرچه من یک جمله دیگر خدمت شما عرض بکنم که اگر طالبا چنانچه که امریکایی هم گفته، حتی خود پاکستانی هایی که حامیشان از گفته که حکومت به اصطلاح امارت اسلامی برای ما قابل قبول نیست، برای ازی که اینا توانایی حکومت کردن را ندارن، آماده حکومت کردن نیست، با این نیروهای پراگنده‌ای که اینا از 200 اولسوالی عسکرگیری کردند و از بسیاری مناطق عسکرگیری کردند، با اینها شما ببینین در نیمروز چه اندازه چور و چپال جریان داره، در بخشایی که در زیر اثر طالبان قرار گرفته چه اندازه چور و چپال شروع شده. آیا یک کسی که در افرادش مرد به اصطلاح همو نیروهایش در چور و چپاول سرگردان باشه، او میتونه حکومت بکنه؟ این دنیا میره میدانه، خود طالبان میره میدانه که برای حکومت کردن اینا توانایی نداره. جنگیدن کار بسیار آسان است، اما حکومت کردن بار کار بسیار مشکل. این شما در تمام ابعاد زندگی همه شغلهای دنیا رو بین یک پله ترازو بارین، اما حکومت کردن را در پله دیگه بگذارین، این قطعا سنگینی میکنه، این قطعا سنگینی میکنه. حکومت کردن از تجارت کردن مشکل است، از دکانداری مشکل است، از کسب کاری مشکل است، از صنعتگری از هر کاری که شما امروز در ذهنتون تصور بکنین، حکومت کردن کار مشکل است و نیروی متخصص میخواد، نیروی
شده میخواید، نیروهایی که واقعا در کار بلد باشه، کار را بلد باشه، در امورات بلدیت داشته باشه، تخصصش داشته باشه. این ضرورت است. حالا مثلا این حکومت اگر ما بگیم که در این حکومت هم عدالت رعایت شده، کل به اصطلاح کار به اهل کار سپرده شده، نشده. ولی خب نسبی است. یک نسبی هست که مردمای تحصیل کرده و دیگه و اینا آمدن به اصطلاح به یک مقدار یک رسمی از حکومت فعلا جاری است، یک رسم از حکومت. اگر ما بگیم که حکومت به معنای واقعی که واقعا هر چی سر جای خود باشه و هر چی سر به اصطلاح کار به اهل کار سپرده شده باشه، تا به هنوز هم در افغانستان کار نشده و اگر در آینده ها خدا لطف بکنه این کار شود، ولی باز نسبتا مردم به وقت قضاوت کنه بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر، بناهن اینمی حکومت نسبت به هر گروهی که بخواهد در افغانستان وارد شود به تنهایی حکومت بکنه، اینمی حکومت بهتر است. تشکر آقای دگر جنرال قیس فصیحی استاد دانشگاه که در برنامه تشریف آوردید، و همچنان تشکر از شما بیننده های عزیز که بحث ایمان را دنبال کردید. تا برنامه فردا شب، خدا نگهدار.